برنامه سخن روز در تلویزیون جهانی امید 24 تماشا میکنیم. بینده گرامی، از روزی که طالب بالای گرده ملت امریکایی ها و خیانت ظلم خلیزات نصب کردند، ما شاهد صدور فرامین زیادی از شخص نامعلوم به نام ملا ایبت الله که ما غایب الله میگمش بودیم. شخصی که امیرالمومنین عنوان شده، شخصی که باید بیای با مردم باشه و با مؤمنا باشه، نه تنها افغانستان، که این امیرالمومنین یعنی امیر در سر تا سر جهان است، ولی در پشت پرده پنهان است که معلوم نیست آیا او حضور فیزیکی داره و یا اینکه یک آیس های است و کی هست. خب از این بازی های مسخره هامیز انگلیس ها و امریکایی ها در طول تاریخ زیاد کردن، تاریخ گواهی هستی است و یه هم اول و آخرش نیست. و این ماستیم که خود فریب میتیم یک تعداد تنوز هم اصرار بایی دارن که شخصی اونجا هست که امیر کل است و امرو نه میکنه و همه که باید از او اطاعت کنن. اما واقعا جای تاسف نیست در قرن 21، در عصر تکنولوژی، ما در عصر از بدویت بیشتر هم زندگی میکنیم. حداقل صدر اسلامش اگر ببینیم، تمام بزرگان دین از پیغمبر بزرگوار اسلام گرفته تا خلفای راشدین تا دیگر را همگی در میان مردم بودن، اما مشروعیت خود از مردم گرفتن. هیچ گاه نشده که خود پنهان کرده باشن و گفته باشن که بیاین به ما بیعت کنیم. اما رسم روزگار در چنین ایامی برای ما یک امیر غایبی، یک امیر پنهان تعیین کردن که باید ملت دردمند ما در داخل کشور از امر و نهی ای آدم غایب اطاعت کنن. فرامینی که صادر شده به نام عظیم، دیدیم که هر روز زندگی را برای مردم ما سخت و سختتر می سازه. هر روز بر مشکلات مردم ما افزوده می شه. یک روز اندازه گیری ریش است، یک روز مسئله نماز است، یک روز مسئله زن هاست، یک روز مسئله تحصیل است. از همه طرف اینا زندگی را بالای مردم ما سخت و سختتر می سازن. دسترخان های مردم خالی ساختن و هم یک ملت بزرگ و با عزت و با شهامت اینا و دم و یک زندگی تیدی و گدایی ساق دادن که همگی منتظر است کی لقمنانی بریش میاره. در حالی که پیش از کودتای ننگین و شوم افت سور در تاریخ جهان که میخواندین، بزرگترین افتخار که ملت ما داشت اگر غریب بودن، اگر بینوا بودن، ولی غرور داشتن، عزت نفس داشتن، همه چیز داشتن. در تمام کتاب ها که شما بخونین نوشته شده بود که در دنیا مردم افغانستان در مهمان نوازی شهرت دارن. اما امروز در ناتوانی و در گدایی و در مصیبت و بدبختی از اثر اداری تروریست اینا به گدایان جهان مبتلا شدن و هر روز هم میبینیم که سازمان های دفاتر سازمان ملل متحد به نام کمک به مردم افغانستان دست گدایی به هر طرف دراز میکنن. با چنین حاله میبینیم که باز هم فرمان هایی را از آدرس ایبت الله غایب‌زاده صادر میکنن. برای سرکوب یک ملت، من چند روز پیش هم خدمت شما مثلا یاد کردم، کافیست که اون ملت خوشی هایش بگیرن، کار و بار زندگی را از اونا بگیرن، همه چیز بگیرن و اون ملت فقط در دنیای غم، رنج، استرس و دپریشن رها کنن. اینجا دیگه کار از اینا آسان تر میشه، چون وقتی یک ملت همیشه غمگین بود، وقتی یک ملت همیشه درگیر جنجال های روزگار بود که به خاطر یک لقمنان صبح تا شام به اندیشه که از کجا پیدا کنه و ایچ راه حل ام نداشته باشه، اینجاست که دیگه از این ملت ایچ توقعی نباید داشت. فرحال فرمان اخیر ایبت الله آخوندزاده، فرمان
بسیار جالبه هست. شما در این فرمان میخوانی بینده گرامی که البته تقریبا امروز صادر شده و گفته هر کسی در باری دستور رهبری امارت انتقاد یا هم جملات نامناسب گفت با ارگانهای عدلی و قضایی معرفی شود و از 6 ماه تا 1 سال حبس خواهد شد. اینو ببینید که کسی که وجود نداره، این خوب این فرمان شما دقت کنین بینده گرامی که باز دست دوستان نگوین که ما از خود میگیم، یعنی در این سرزمین دیگه هیچ کس حق نداره که از شخص به نام عبت الله آخوندزاده انتقاد کنه، ایراد بگیره، چشم بسته به تمام فرامین از این که ضد اسلام است، ضد انسان است، ضد قرآن است، باید اینا اطاعت کنن و بپذیرن و بگن که این آدم امیر المومنین است. و آیا جامعه‌ای که در اونجا آزادی بیان وجود نداشته باشه، جامعه‌ای که در اونجا غرض اصلاح، انتقاد و پیشنهاد وجود نداشته باشه، آیا فکر میکنین این جامعه قدم به طرف پیشرفت و ترقی میره، یا ای که یک استبداد اینا میخواین که بالای مردم تعمیر کنن و مردم از تمام حقوقشان، از تمام امکانات زندگی محروم کنن، حتی حق گپ زدن هم بر مردم نتن. هر آنچه که این جانیان میگن باید مردم اونمون رو بدون چون و چرا بپذیرن. اما نظر ما بینده گرامی این نوشته ها یا فرامین تنش آفرین و محدود کننده آزادی بیان است. انتقاد و ابزار برای ارزیابی و بهبود عمل کرده یک رهبری است، یک سیستم است، یک اداره است و توانایی انتقاد پذیری یک کلان یا رهبر یا سرکرده نشاندهنده قوت و پایداری از اونا هست. از طرف این و تنش و تهدید به زندانی کردن انتقادگران نشاندهنده اعمال اعمال قدرت و نگرانی از پراگندگی نظرات مخالف است. در جاهای کشورهایی که به اصطلاح جامعه دموکراتیک از آزادی بیان یک حق بنیادین است که باید تضمین شود. خب اگر یک رهبر مثل سردسته طالب ها در مورد انتقادات روی آور باشد و به جای پذیرش انتقادات که از اون یاد بگیره، از قوانین سخت و تنبیهات سنگین برای سرکوب انتقادات استفاده کند، این به جای حل مسئله تنش‌ها را بیشتر می‌سازد و باعث میشه که اعتماد مردم به رهبری و سازمان کاهش پیدا کند. همین خیزش‌های مردمی و اعتراضات اینا تماما بینده گرامی زاده اینمی حکومت ظلم و فساد طالبانیزم است. و این مسئله را که آیا انتقاد باعث پیشرفت می شود یا بین انتقاد و توهین چی فرق هست، من در فیسبوک نظر خواهی کردم که بر شما بخشای عزیز نشته ها را هم می خوانم. شاپور جان افضل نشته کرده که منتقدین همیشه انتقادشان بر یک موضوع استوار است و آن اصلاحات در امور روزمره یک جامعه و یا هم یک شخص، ولی اگر در همچون انتقادات توهم یا توهین و تحقیر باشد بناهن انتقاد پذیرفته نمیشه، بلکه فقط توهین بر یک جامعه و یک شخص خواهد بود. نباید این دو واژه را در ردیف همدیگر قرار دهیم، چون که توهین توهین است و انتقاد انتقاد. توهین سازنده نخواهد بود ولی انتقاد سازنده است. آقای محمود بایر فرمولی نشته کردند که در جوامعی که فرهنگ نقد سازنده جا نیفتاده، بین نقد و توهین مرز بسیار باریک وجود دارد که نادیده گرفته می شود. عقده‌گشایی به بهانه نقد سکه مروج بازار روز گشته. این بحث دراز دامن است که باعث کارشناسه کاویده شود. احمد ولی جان از لندن نشته که انتقاد اگر برای بهترسازی باشد بجاست در غیر آن عقده‌گشایی است. آقای هاشم قانع نشته کردن توهینش را بکش، انتقاد سازندهش را بپذیر.
آقای گران احمد نشته کردن توهین، توهین است فارغ از هر عنوانی که به آن داده شود. انتقاد باید مثبت و سازنده باشد و زمینه را برای تحسین و ستایش فراهم کند. آقای محمد یونس مهرین همکار دیرین ما در کابل نوشتن که سازنده و توهین آمیز دو واژه متضاد و نابرابرند که انتقاد توهین آمیز هیچگاهی نمیتواند نتیجه مطلوب و قابل قبول داشته باشد. خان فوزیه سیفی از تورنتو نشته کردن انتقاد گرفتن خوب است برای پیشرفت و موفقیت بهتر، اما انتقاد سالم باشد، نه این که انتقاد بگیرن با لحن خراب که شخصیت خود را کوچک سازد و هم نفر مقابل را ناراحت بسازد. درست است به قول معروف کاسه چینی که صدا می کند خود صفت خیش ادا می کند. آقای ستار رضایی نوشته کردن انتقاد سازنده نشان دهنده تعلق داشتن و تپیدن قلب و روش انسانی است، ولی انتقاد توهین آمیز انحراف کردن سازندگی و کم زدن شخص و گروه، دلیل ناآگاهی و یا کمبود دانش و حقایق هر دو نفر یا یک طرف. آقای سیر زفر از ونکوور نوشته کردن انتقاد آمیخته با توهین و تحقیر نه تنها سازنده نیست، ناروا و خشونتبار نیز است. اگر منظورتان از نقد باشد، بین نقد و انتقاد از زمین تا آسمان فرق است. در نقد به نکات ضعف و قوت و درست بودن یا نادرست بودن یک نظریه یا مفهوم میپردازیم که مفهوم انتقاد یا توهین فرد نیست. آقای ادریس امیری نوشته کردن طور مثال بگوین بیعقلی کردن چون این کاری را نمی کردی، طرف خود را با عقل تر نشان میدهد. واسه جان هلمن نوشته کردن انتقاد سازنده باعث اصلاح و بهتر شدن است، معمولا به صورت مؤدبانه و خصوصی با شخص مطرح شد مؤثر است، ولی انتقاد توهین آمیز اصلا انتقاد نیست، توهین و کم آوردن طرف است که مؤثر نیست و جهت اصلاح نمی آورد. سمیع جان دوست نوشته کردن انتقاد سازنده نوع رشد و تکامل مثبت در کاراکتر و شخصیت انسان است که باعث رشد و سازندگی او در زندگی و محیط کاری می شود. انتقاد توهین آمیز قابل پذیرش در قاموس ادبیات نوشتاری و گفتاری و نوع برخورد اجتماعی ما نیست، جز ترور شخصیت توهین تحقیر در قبال حرف دیگری ندارد. آقای میر انصاری نوشته کردن انتقاد سازنده اگر به این معنی باشد که به صورت مؤدبانه کار یا عملکرد شخص یا اشخاص را طور انتقاد کرد که باعث اصلاحات شود، عمل پسندیده و مجاز است. اما در بعد دیگر به صورت توهین آمیز انتقاد کردن که الفاظ نامناسب در آن باشد کار مناسب نیست. و دوستای دیگه هم پیام ماندن که من فکر کنم که همه گیره خواندم، ولی اگر دوستان باقی ماندن من معذرت میخوایم که در روی صفحه من نمیبینم. برحال بزرگ گرامی، جامعه که انتقاد نداشت، جامعه که در اونجا چونین فرامین صادر شوه که مردم حق نظر حق انتخاب نداشته باشن، این جامعه محکوم به زوال است و خیزش هایی که در ولایت بدخشان و در ولایت ننگرهار صورت گرفت، من یقین دارم که دامنه ازی به تمام کشور مثلا راه پیدا خواهد کرد و به زودی ما شاهد یک تغییر بنیادی مردمی در کشور خواهد بودیم، چون چراغ ظلم همیشه نمیسوزه، اگر امشب سو فردا نمیسوزه. به امید از اینکه مردم ما هر چه زودتر از شر این جناورای تاریخ، این وحشیان عصر نجات پیدا کنند و یک حکومت که باورمند و تطبیق عدالت اجتماعی در باشه در کشور ما ایجاد شود که تامین کننده منافع ملی خود ما باشه، نه تامین کننده منافع بیگانه ها.